سلام و درود به همگی دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه امینی وایتی هستم و توی این ویدیو میخوایم با همدیگه یک وی پی بسازیم از نوع بروک وی پی اما با سرور فیلتر شده یعنی اگر سرور شما فیلتر باشه با این روش به راحتی میتونید یه دونه VPN بروک VPN داشته باشید یک کانفیگ بروک داشته باشید و به اینترنت آزاد متصل بشید و ازش به راحتی استفاده کنید هم سرعت خیلی بالایی داره و هم پینگ پایینی داره برای بازی کردن من قبلا آموزش بروک VPN رو دادم منتها این آموزش قبلی حتما نیاز بود که شما یه دونه سرور آی پی تمیز داشته باشید که فیلتر نباشه و نیازی به دامین و حساب کلات فلر و اینها نداشت اما توی این آموزش ما چند تا چیز نیاز داریم مواردی که ما نیاز داریم یه دونه سرور شخصی هست یا همون سرور مجازی فیلتر شده هست که سیستم عاملش باید اوبنتو 20 به بالا باشه که من قبلا یه دونه سرور مجازی گرفتم اوبنتو 22 روش نصب کردم توی این آموزش ما میخواییم روی سرور این کار رو انجام بدیم که آی پیش فیلتر شده هست و مورد بعدی که نیاز داریم یه دونه دامنه هست که توی کلاتفلر فلر قبلا اون رو ثبت کرده باشیم پس به این نکته توجه داشته باشید که اگر اصلا نمیدونید کلات فلر چیه نمیدونید دامنه اصلا از کجا بگیرید چطور توی کلاتفلر اضافه کنید من قبلا یه دونه ویدیوی جامع و کامل در رابطه با کلاتفلر ساختم میتونید برید اون ویدیو رو ببینید توی اون ویدیو کامل توضیح دادم که چطور دامنه ای که دارید رو داخل کلات فلر ثبت کنید و ازش استفاده کنید حالا میگید سرور مجازی از کجا بگیرید برای این هم یه دونه ویدیو قبلا ساختم این ویدیو هست بهترین سایت خرید سرور مجازی سایت آیزا هست که الان من یه دونه سرور لوکیشن آمریکا ازش گرفتم میتونید برید اون ویدیو آموزشی هم ببینید برای اینکه یاد بگیرید چطور از سایت دات نت یه دونه سرور مجازی بگیرید حتی دامین هم داره و از قسمت دامین میتونید یه دونه دامین هم بگیرید توی این ویدیو کامل و صفر تا صد توضیح دادم که چطور میتونید با استفاده از این سایت یه دونه سرور مجازی ساعتی ماهانه یا سالانه برای خودتون بگیرید و ازش استفاده کنید لینک ثبت نامش هم توی توضیحات ویدیو یا دیسکریپشن ویدیو وجود داره که به راحتی میتونید عضو بشید و با ارز دیجیتال یا همون کریپتوکارنسی یه دونه سرور و دامنه برای خودتون تهیه کنید در ابتدای کار میام SSH میزنم به سرورم با استفاده از برنامه پوتی دارم این کار رو انجام میدم شما از هر برنامه دیگه میتونید استفاده کنید Accept رو اینجا میزنم روت رو وارد میکنم به عنوان یوزرنیم پسورد هم از اینجا کپی میکنم و با کلیک راست کردن اینجا اون رو قرار میدم تا وارد سرور بشم برمیگردم توی این فایل تکست دوستان من این فایل تکست رو داخل کانال تلگرام براتون قرار میدم میتونید از لینکی که توی دیسکریپشن ویدیو براتون گذاشتم مستقیم وارد کانال تلگراممون بشید و این فایل رو دانلود کنید برای خودتون. دستور اولی که ما نیاز داریم این دستور هست برای آپدیت و آپگرید کردن سرور من این دستور رو اینجا داخل سرورم وارد میکنم و اینتر رو میزنم. منتظر میشم تا سرور من آپدیت بشه ممکنه این کار چند دقیقهی طول بکشه. خب بعد از اینکه سرور رو ما اینجا آپدیت و آپگرید کردیم میرسیم به دستور بعدی. با این دستور ما باید بیایم بروک رو دانلود کنیم من این رو کپی میکنم داخل سرورون رو قرار میدم اینتر میزنم تا بروک روی سرور من دانلود بشه توی مرحله بعدی ما باید بیایم بروکی که دانلود کردیم رو نصبش کنیم پس دستور بعدی رو من کپی میکنم اینجا قرار میدم و اینتر رو میزنم تا بروک روی سرور من نصب بشه من تمامی دستورات رو براتون به ترتیب نوشتم کافیه که توی سرور کپی پیست کنیم میریم برای مرحله بعدی یعنی نصب برنامه تیموکس حالا چرا ما باید این برنامه تیموکس رو بیایم کلا نصب کنیم برای اینکه اگر سرورمون رو بستیم عملیاتی که توی مراحل بعدی میخوایم انجام بدیم از بین نره من اون رو اینجا قرار میدم و اینتر میکنم تا تیموکس هم برای ما نصب بشه خب اینجا به من گفت که تیموکس از قبل روی سرورتون نصب بوده من نه چیزی اضافه کردم نه چیزی رو تغییر دادم و نه چیزی رو حذف کردم میگم اوکی حالا باید بیایم با این دستور وارد تیموکس بشیم من این رو اینجا قرار میدم و اینتر میزنم تا وارد این صفحه بشم اما قبل از هر چیزی نیازه که ما بیایم برای سرورمون سرتیفیکیت یا همون SSL بگیریم پس باید چیکار کرد من میام وارد کلاد فلر میشم قبلش آیپی سرورم رو اینجا کپی میکنم میرم توی کلاد فلر میام بخش DNS رکورد ها چون از قبل دامنم رو توی کلاد فلر ثبت کردم اد رکورد رو اینجا میزنید قسمت نیم یه نام براش در نظر میگیرید من میزنم بروک سی دی این به عنوان مثال و اینجا آی پی سرور هم رو قرار میدم شما هم میتونید آی پی وی سرورتون رو قرار بدید هم آی پی وی سرورتون رو هیچ فرقی نمیکنه اما آی پی وی فعلا بهتر داره جواب میده تیک پروکسی کلاد فلر اینجا باید روشن باشه این هم میشه آدرس ساب دامین من که این رو کپی میکنم این رو هم سیو میکنم اینجا اون رو قرار میدم خب یه بار سفر رو کلیر میکنم تا پاک بشه حالا میام دستورات رو برای گرفتن سرتیفیکیت اینجا قرار میدم اول میام کورل رو نصب میکنم اوکی دستور بعدی رو کپی میکنم خب این دستور هم کپی کردم اینجا شما میتونید ایمیلتون رو وارد کنید ایمیل رو اگر وارد کنید هر سه ماه یک بار کلاد فلر بهتون ایمیل میزنه و میگه که بیا سرتیفیکیت داره تموم میشه تمدیدش کن من حالا میذارم همون دیفالتش باشه اینتر میکنم خب توی مرحله بعدی میام ساب دامین رو اینجا جایگذاری میکنم اینجا هم اون رو جای گذاری میکنم توجه داشته باشید که به هیچ وجه هیچ فاصله اضافی نباشه اینتر رو میزنم تا بره برای من SSL بگیره میام دستور بعدی هم کپی میکنم اینجا قرار میدم و اینتر رو میزنم اینجا دوتا دستور به ما میده که من میام اینها رو حالا کپی میکنم اینجا قرار میدم که اونها رو داشته باشیم اینجا ما سرتیفیکیت رو گرفتیم حالا میام تیموکس رو اینجا کپی میکنم اینجا کلیک راست میکنم تا تیموکس اینجا قرار بگیره و یه اینتر میزنم تا وارد ادیتور تیموکس بشم و بتونم بقیه مراحل رو انجام بدم میام پایین تر ما اینجا یک دستوری داریم که باید اینجا اون رو قرار بدیم اما قبل از اینکه بیایم اون رو اینجا قرار بدیم نیازه که یک سری تغییرات رو توی اون داشته باشیم قسمت sub.domain.com باید بیاییم ساب دامین خودمون رو قرار بدیم من این رو کپی میکنم اینجا اون رو قرار میدم قسمت پورت که به صورت دیفالت 8443 هست رو شما باید بیاید یکی از پورت های HTTPS وارد کنید چون داریم از CDN کلاتفلر استفاده می کنیم نیازه که حتما از یکی این پورت ها استفاده کنیم مثل 443, 253 و غیره حالا توجه داشته باشید که اگر مثلا روی سرورتون پنل سنایی یا پنل علیرضا نسبه و یکی از این پورت ها درگیره در حال حاضر شما دیگه نمیتونید بیایید اینجا هم از اون استفاده کنید پس این نکته رو بهش دقت داشته باشید که پورتی که میخواید استفاده کنید یک پورت آزاد باشه من میذارم همین 8443 باشه میایم قسمت پسورد پسورد به صورت دیفالت کوین هست که شما هر چیز دیگه میتونید بذارید مثلا من میذارم امینی وایتی باشه میام جلوتر اینجا باید بیایم سرتیفیکیتی که گرفتیم رو جایگذاری کنیم من میام این سرتیفیکیت رو کپی میکنم این قسمت قرار میدم و پرایویت کی هم از اینجا کپی میکنم و این قسمت قرار میدم حالا میام این دستور رو کامل کپی میکنم اینجا کلیک راست میکنم تا قرار بگیره و یک بار اینتر رو میزنم اگر هیچ اروری شما دریافت نکردید یعنی اینکه کار رو با موفقیت انجام دادید حالا اگر بیایید و از سرور خارج هم بشید دیگه این قطع نمیشه البته این نکته رو باید بهش توجه داشته باشید که اگر سرورتون به هر دلیلی ریبوت یا ریستارت شد شما مجددا باید بیایید این دستور تموکس رو اجرا کنید و این دستور آخر رو مجددا داخل سرورتون قرار بدید این رو هم بهش توجه داشته باشید اما میریم برای نصب بروک وی پی این. از این آدرس شما میتونید بیایید وارد سایت بروک بشید و بیایید نسخه مورد نظرتون رو دانلود و نصب کنید برای گوشی های آیفون یا آی او اس از این لینک میتونید استفاده کنید برای اندروید، مک، ویندوز، لینوکس و غیره هم داره که برای اندروید رو من قبلا روی شبیه ساز اندرویدم نصب کردم این برنامه بروک هست میام یک بار روش کلیک میکنم تا وارد بشه زمانی که وارد برنامه شدید بالای صفحه علامت به اضافه رو میزنید اینجا بروک سرور رو انتخاب میکنید یک سری گزینه برای ما میاره شما باید بیایید گزینه سوم رو که نوشته VSS سرور رو انتخاب کنید همینی که سه تا اس داره من این رو یک بار روش میزنم تا انتخاب بشه VSS دو نقطه این این رو میذارم و ساب دامینم رو قرار میدم ساب دامینمون این بود اون رو اینجا قرار میدم مینویسم دو نقطه پورتی که قرار دادیم چه پورتی بود؟ پورت هشتاد و بود پس میام هشتاد و هم اینجا میزنم پسورد رو چی گذاشتیم؟ پسورد رو گذاشتیم امینی و, تی و اد رو اینجا من میام میزنم تا سرور من اینجا اضافه بشه حالا میام کانکت رو اینجا میزنم چند ای منتظر میمونم تا اتصال من برقرار بشه زمانی که اتصالتون برقرار بشه بالای صفحه علامت کلید میاد و اینجا هم می نویسه دیسکانکت این یعنی اینکه که الان اوکی شده این استاگرام رو باز کردم آورد بالا یه دونه یوتیوب هم باهاش باز کنم این هم از یوتیوب که به راحتی برای من باز میکنه و الان دیگه میتونم به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشم برای قطع کردن اتصالش هم که کافیه بیاید دیسکانکت رو اینجا بزنید تا اتصالتون قطع بشه امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید اگر هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید حتما لایک کنید برامون کامنت خارجی بذارید تا سوالاتون نپره اگر سوالی داشتید حتما بپرسید موفق و پیروز باشید